سراغ اولین مفهوم از برق صنعتی، راجع به مواد یا راجع به ماده میخوایم صحبت بکنیم، ساختمان ماده. خب من میخوام با برق کار بکنم، ها؟ برای اینکه بخوام با برق کار بکنم میخوام از بیس از صفر، اینکه اصلا برق چطوری تولید میشه، قبلش میخوام یه پله بیام عقب‌تر، برگردم عقب، راجع به ساختمان ماده صحبت بکنم. هر چی میریم جلوتر، دلیل اینکه چرا من از این نقطه، چرا از اینجا شروع کردم و بیشتر متوجه میشی. اوکی، فقط دقت داشته باش، میخوام تک تک این مفاهیم، تک تک این مواردی که میگم رو خیلی قشنگ به ذهنت بسپوری، چون خیلی باش کار داریم. هرچی فصل ها میره جلوتر، مثلا راجع به مغناطیس من صحبت میکنم، اگه بیس مغناطیس، مفاهیم مغناطیس رو شناخته باشی، دیگه تو فصلی که میخوایم کنتاکتور رو راه اندازی بکنیم، میخوایم راجع به الکتروموتور صحبت بکنیم، دیگه مشکلی نداری، چون مفهوم رو بلدی، گرفتی اصل داستانو. دقت کردی؟ پس اولین مفهومی که من میخوام از بیس بسازم بیام بالا، ساختمان ماده است. اوکی، بیا تو تصویر پاورپوینت نگاه کن رفیق. هر چیزی، جانم به این تعریف، هر چیزی که وزن داره و فضا رو اشغال کرده بهش میگیم ماده. خیلی مهمه. اون زمانی که ما درس میخوندیم اصولا میگفتن ماده سه تا حالت داره، میگفتن یا مایع است، یا جامده، یا گازه. یه دونه دیگه هم من بهش اضافه بکنم، البته این هست، بیس علمی داره، نوع چهارم از ماده که بسیار هم زیاده، پلاسماست. خیلی با این پلاسمایه بعداً تو صنعت میتونی کار داشته باشی ها. دقت کردی؟ پس چهار تا حالت داره: مایع، گاز، جامد و پلاسما. تو تصویر نگاه کن، بیا رو پاورپوینت. خوب دقت کن بزرگوار. مواد اصولاً یا تشکیل شدن از، خوب دقت کن، اون آخر کلاس. مواد یا اصولاً تشکیل شدن از یک عنصر یا تشکیل شدن از ترکیبی از عناصر. یعنی چی های فرادی؟ میشه بازش بکنی؟ آره قربونت برم. دقت کن، خوب دقت کن. من یه تیکه طلا رو بردارم، حالا خداییش اینقدر طلا که الان خیلی گرونه، یه خورده کوچیک‌تر بردارم، بزنم از وسط با چکش دوتاش کنم. حیف این طلاه. بیا میشه دوتا طلای کوچیک‌تر، ها؟ بیام یکی دیگه از این تیکه ها رو هم بردارم بزنم از وسط خوردش کنم، بیا میشه دوتا تیکه دیگه، شاید هم بشه چند تا تیکه. خلاصه بگم، اینقدر این طلا رو خوردش بکنم تا برسم به کوچکترین ذره از طلا، ها؟ برسم به اتم طلا. اوکی رفیق، اتم طلا، حتی کوچکترین ذره طلا از یک عنصر ساخته شده، ها؟ اصولا میگیم عنصر طلا اتمش هم طلاه. میگیری موضوع خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی ماده طلا بزرگتر شد، ماده عنصرش طلاست، یعنی دیگه از عناصر دیگه تشکیل نشد. اما آب، یه ماده آب، اینقدر آبو بردار، خوردش کن، خوردش کن، خوردش کن، خوردش کن، میرسی به چی؟ میرسی به دو تا عنصر، نه به یه عنصر. دقت کردی؟ لذا بعضی مواد مثل نمک تشکیل شدن از عناصر، دو تا عنصر، کلور و سدیم، مثال ها. نمیخوام وارد ریزش شیمی نمیخوام درس بدیم، فقط میخوام بگم بعضی مواد از دو تا عنصر تشکیل شدن، از چند تا عنصر تشکیل شدن، بعضی مواد فقط از یک عنصر مثل طلا. اوکی، بیا تو تصویر. راجع به اتم صحبت کردم، وقتی راجع به طلا صحبت کردم گفتم یه طلا رو خوردش میکنیم میرسیم به اتم طلا، درسته؟ آقای فرادی صحبت از اتم شد، اتم اصلا چیه؟ میشه راجع به اتم صحبت بکنم؟ من اصلا اتم هم حتی نمیشناسم، هیچ ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره. دقت کن، بیا تو تصویر. من گفتم آقا یه ماده طلا تشکیل شده از عنصر طلا، درسته؟ کاملا درسته. ها؟ خود این عنصره کوچکترین ذره‌اش، دیگه از اون کوچکتر نداریم، بهش میگن اتم. اگه چند تا اتم دستشون رو بندازن گردن هم به خوبی خوشی با هم زندگی بکنن بهش میگیم مولکول. ها دیگه از این راه دیگه ساده شد دیگه، ها؟ پس اتم کوچکترین ذره از عنصره. خود این اتم از یه سری اجزا تشکیل شده. خوب دقت کن، اصلا بیس کار ما اینجاست، دعوا سر اینجاست. اگه اینجا رو گرفتی تمامه، نگرفتی دیگه یه خورده کارت سخت میشه. خوب گوش کن، خود این اتم بزرگوار از چند قسمت تشکیل شده؟ یک پروتون، دو نوترون،
چی آقای فرادی میشه باز کنی؟ همه رو باز میکنی. تا جایی که نیاز باشه باز میکنی. و سه الکترون. رفتیم تو اتم. با قدرت ذهنت برو تو اتم. ببین راجع به چی دارم صحبت میکنم. اوکی؟ خب. چجوری اصلا اتم ساختارش چیه؟ داستان اتم چیه؟ میشه بازش بکنین؟ آره قربونه برم. دقت کن. خود این اتم بزرگوار یه هسته داره. که داخل این هسته من چی میبینم؟ دو تا چیز میبینم. یکی نوترون میبینم، یکی پروتون. یه تعدادی پروتون داخلشه. مثلا سه تا. مثالها. یه تعدادی هم نوترون داخلشه. اینم مثلا سه تا. حالا الکترون کجاست؟ تو هسته است؟ نه. الکترون داره با سرعت به شدت، دقت کن، سرعت به شدت زیادی دور هسته میچرخه. اوکی؟ که الان انیمیشن میمیکشم برات میذارم کامل حال کنی، کیف کنی. دقت کن. الکترون داستانش اینه، نگاه کن. داره این الکترون اینجا. داره با سرعت بسیار زیادی دور هسته میچرخه. میبینی؟ دمش گرم. یه نکته بگم خیلی ریزه. علاوه بر این که داره با سرعت به شدت زیادی دور هسته میچرخه، داره دور خودش هم میگرده. با این کار دارم ها، داره دور خودش هم میگرده. مثل زمین که هم به دور خودش میگرده هم به دور خورشید، این هم همینطوره. این الکترونه هم داره دور هسته میچرخه هم دور خودش میچرخه. که با این تو بحث مغناطیس من کار دارم. اوکی؟ یه تعدادی الکترون داره توی مسیر خاصی، دقت کن، توی مسیر خاصی داره دور هسته میچرخه. فرض کن سه تا الکترون داره. این یک، بذار یکم مرکز کار بکشم اینجا قشنگتر. بیا اینا رو پاک میکنم که، و اینم یه دونه. ببینی؟ بیا. حالا خوب دقت کن، اومدیم سراغ نکات. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول عزیز جان، الکترونه داره تو مسیر خاصی، عرض کردم دیگه ها، دور هسته میچرخه. قبول داری؟ بله آقای فردی قبول داریم. پس یک، به این مسیره میگن لایه، به این مسیره میگن مدار. این نکته اول. نکته دوم، پروتون بارش مثبت، الکترون بارش منفیه و نوترون بارش خنثاست. اینو دقت داشته باش. پس یک، پروتون بارش مثبت، نوترون بارش خنثاست، یعنی نه مثبت نه منفیه، الکترون بارش منفیه. نکته سوم، این نکات رو تیتروار بنویس تو دفترت، بنویس تو اون سررسیدی که بهت گفتم اول صحبتام، گفتم از چه سررسیدی استفاده کن، گفتم چطوری مطالعه بکن. حتما بنویس. اگه کاریش نداشتیم اصلا این اصول رو من بررسی نمی‌کردم، اصلا مطرح نمی‌کردم. اصلا خیلی مهمه، دقت کردی؟ خب پس این مال این. نکته سوم، دقت کن، چهارم سوم هر چی، قطر پروتون. رفیق اصل کار از اینجا شروع میشه. قطر پروتون یک سوم الکترونه. پس اینجا می نویسم قطر پروتون یک سوم الکترونه، یعنی تقریبا خیلی کوچکتر از الکترونه. اما جرمش 1840 برابر الکترونه. وای خیلی زیاده این لعنتی. اصلا اصل برق از اینجا شروع میشه. پس جرم پروتون 1840 برابر الکترونه. وای خوب گوش کن. به همین دلیل عزیز جان، چندن این پروتون، جابجا کردن این پروتون خیلی سنگینه. جابجا کردنش از تو هسته اتم کار حضرت فیله. اصلا نمیشه، ولش کن، بی خیال. اصلا فکر جابجا این لعنتی مثبتا رو نکن. یک. مورد بعدی، دقت کن. الکترونه اگه خاطرت باشه دو بار تاکید کردم، گفتم به شدت داره با سرعت زیادی دور خودش و دور هسته میچرخه. قبوله؟ آره. قبول داری که تو سنتر کار، تو مرکز کار نمیچرخه؟ بله. مرکز کار اینجاست، این توی مدار داره میچرخه. لذا اگر ما بیایم یه باری، یه وزنی حتی در حد اپسیلون رو با سرعت زیادی شروع کنیم به چرخوندن، داریم یه لنگ ایجاد میکنیم. چرا؟ چون تو سنتر کار از نظر فنی نمیچرخه. داریم یه لنگ ایجاد میکنیم. اصطلاحاً داره یه نیروی گریز از مرکز ایجاد میشه.
این نیروی گریز از مرکز باعث میشه الکترون میل به جدایش پیدا کنه، دوست داره جدا بشه از اتم. اما یه نکته اینجا هست، خوب دقت کن، خیلی شیرینه این لامصب. ما اگر خاطرت باشه کلاس اول دوم دبستان فکر کنم ها، شاید هم یکم بیشتر، اگه خاطر باشه گفتیم دو تا بار غیر همنام دوست دارن همو جذب کنن، زن و شوهر، مرد و زن، ها، دختر و پسر، دوست دارن همو جذب کنن، درسته؟ این هم همینه، مثبته دوست داره منفیه رو جذب خودش کنه. بار غیر همنام، پسرها همیشه با هم دعوا دارن، دو تا پسر هم به قصد کش دارن میزنن، ها، بار همنام دافع است، دوست داره همو دفع بکنه، هم جنسن، دفع میکنن همو. اوکی؟ خب، خوب گوش کن. عملاً این الکترونه دوست داره با سرعت زیاد داره میچرخه گریز از مرکز. میل به جدایش داره، میخواد جدا شه، میگه عزیزم، قربونت برم، این پسره نگرش میداره. نه کجا؟ وایسا. ها؟ دلبری میکنه. اینو نگه میداره نزدیک هسته اتم. نگرش میداره. اجازه نمیده جدا شه. ها؟ این میل به جدایش داره، میخواد بره، این میگه نه، تو رو خودت بمون. کارت دارم. اوکی؟ اگر من بیام شیطنت کنم، بیام چیکار کنم؟ بیام یه انرژی، یه چشم سوم، یه نیروی سومی، یه نیروی جدای از این نیرو بذارم بالا سر کار و نیرو، یه انرژی بدم به این الکترونه، الکترونه تحریک میشه. نیروی خارجی با این نیروی گریز از مرکز دست به دست هم میدن، میشینن زیر پای این مثبته و باعث میشه که الکترون از این اصطلاحاً اتم آزاد بشه. پس چی شد؟ در حالت عادی الکترون میخواد آزاد شه، مثبته گرفتدش، میگه کجا؟ وایسا، کارت دارم. اگه من بیام یه انرژی خارجی به این الکترون بدم، انرژی خارجیه با این نیرو گریز از مرکز دستشون رو میدن گردن هم، دیگه غلبه میکنن، دیگه غلبه میکنن به چی؟ به این نیرو مثبته، به این نیرو جاذبه. وقتی غلبه کردن الکترون آزاد میشه. اوکی؟